مذاکرات صلح افغانستان در شهرهای مختلف با حضور نمایندگان مختلف چقدر راه به جایی میبرد؟ سلام بر شما و خوش آمدید به صفحه دو. در مسکو نشستی برپا شده برای صلح افغانستان. حکومت افغانستان در این گفتگوها حاضر نیست. میگویند حتی دعوت هم نشده. رئیس جمهوری پیشین حامد کرزی با هیئتی که بعضی از چهره‌های سیاسی افغانستان از احزاب مختلف را در بر می‌گیرد به این نشست رفته. اسمش را گذاشتند نشست مذاکرات بین الافغانی، همانطور که زلمه خلیلزاد نماینده آمریکا در مذاکرات صلح می‌گوید. عبدالله عبدالله رئیس اجرایی افغانستان روز گذشته در یک بیانیه از سیاستمداران کشور خواسته اجازه ندهند طالبان از اختلافات میان آنها و حکومت استفاده کنند و بار دیگر امارت اسلامی خودشان را به افغانستان تحمیل کنند. طالبان از آغاز به نوعی حکومت افغانستان را از این گفتگوها به بهانه‌های مختلف کنار گذاشته. بسیاری از فعالان حقوق بشر افغانستان و به ویژه فعالان حقوق زنان نگرانند که در مذاکرات با طالبان سر حقوق بشر معامله شود. امروز می‌پرسیم مذاکراتی که حکومت منتخب افغانستان بخشی از آن نباشد چقدر می‌تواند کارآمد شود. برای بحث مهمان داریم محمد احسان ضیا، کارشناس امور امنیتی و حکومتداری از کابل با ماست. باز هم از کابل، ماری اکرمی، رئیس شبکه زنان افغانستان و ولی آریا، تحلیلگر مسائل افغانستان از غرب لندن با ماست. خوش آمد میگم به هر سه مهمان. آقای ضیا، به نظر شما این که دولت افغانستان به مذاکرات دعوت نمیشه چه تأثیر روی این مذاکرات داره؟ آیا فکر میکنین اصلا مذاکراتی که بدون حکومت افغانستان انجام بشه میتونه نتیجه بخش باشه؟ به نظر ما مذاکرات در غیاب حکومت افغانستان به کدام نتیجه مثمر نخواهد داشت، چون که طرف اصلی جنگ در افغانستان حکومت افغانستان است با طالبان. بنابراین غیابت حکومت افغانستان از مذاکرات به مفهوم واقعی مذاکرات نیست. البته این مذاکرات میشه زمینه ساز مذاکرات مستقیم بین حکومت افغانستان و بین گروه طالبان باشه. خب دقیقاً بحث همین هست، این زمینه سازی چطور باید صورت بگیره؟ آقای آریا، ما مدت هاست که شاهد نشست های متفاوت و متنوع در جاهای مختلف هستیم. بعضی از اونها در دوحه، حتی در تهران، در مسکو. چه قرار هست در این مذاکرات بهش برسن که نتیجه باشه، نتیجه بخش باشه و زمینه ساز باشه برای یک صلح پایدار در افغانستان؟ ببینید، در هر پروسه مذاکره لازم است که در کنار پروسه رسمی مذاکره با طرفین که مستقیما دخیل منازعه هستند، موازی با آن با نهادهای مختلف اجتماعی، مدنی، گروه های سیاسی، اپوزیسیون و غیره، بازیگران و عملکنندگان منطقه‌ای هم مشوره و مذاکره صورت بگیره، تا اینکه این پروسه مذاکره بتواند کاملتر و جامع‌تر باشد. ولی در صورت میتونه نتیجه مثبت بده چنین مذاکرات جانبی موازی با پروسه هست که اینا در حقیقت در مکمل کننده باشه برای پروسه رسمی، نه اینکه در تضاد با پروسه رسمی قرار بگیره. چون میخواد مطمئن باشه که اینها مکمل پروسه رسمی هستند و در تضاد قرار نمیگیرن اگر نماینده از دولت نیست آنجا؟ خب ببینید، این سوال بسیار مهم است. نشانه های این که این در هماهنگی با پروسه رسمی نیست از همین حالا روشن است. نشست مسکو به نظر من بیشتر ناشی از رقابت های ژئوپلیتیک کسی که بین روسیه و قدرت های دیگه منطقه ای و ایالات متحده و غرب وجود داره، و این در واقع یک نوع دهنکجی است از طرف روسیه به ایالات متحده. و تا زمانی که این هماهنگی به ترجیحاً از طریق یک نهاد بین‌المللی مثل سازمان ملل متحد که در گذشته هم دخیل بوده در پروسه‌های رسمی مذاکرات، تا زمانی که چنین هماهنگی صورت نگیره، این نتایج چنین پروسه‌های موازی مثمر نخواهد بود. ما در گذشته هم البته داشتیم، در موارد غیر از افغانستان هم شما اگر نگاه بکنید پروسه‌های موازی مذاکره بوده. در افغانستان هم همین افرادی که در مسکو شرکت میکنن، یک تعداد از اینا در همین سالهای اخیر که یک بار خود من هم حاضر بودم در نروژ، اینا ملاقات داشتن با طالبان. ولی خب ما متاسفانه میبینیم که هیچ وقت این هماهنگی وجود نداشته. حتی در زمان آقای کرزی
ما دیدیم که آقای کرزی مانع افتتاح دفتر طالبان در قطر شد، بعد از باز شدن بلافاصله بسته شد به خاطر مخالفتی که آقای کرزی نشان داد. حالا من در مورد نقش آقای کرزی و حضورش در این مذاکرات بیشتر صحبت خواهم کرد، اما اول از خانم اکرمی میخوام بپرسم. خانم اکرمی، مشخص است که بسیاری از زنان در افغانستان، به خصوص زنان فعال حقوق زنان و حقوق بشر، نگران هستند از اینکه در این مذاکرات چقدر ممکن هست که از حق و حقوق اونها بخشیده بشه برای اینکه بتونن با طالبان صلح بکنند. این گروهایی که حاضر هستند در مذاکرات، چرا با این حساب تلاشی نشده برای حضور زنان در این نشست ها هر جا که برگزار میشه؟ با تاسف که زنها از شروع در تمام مسائل که میبینیم در مسائل افغانستان همیشه مردا بودن و به خصوص رهبرا، ولی مشکل در اینجاست که اونا میخواین در این با هم تو نشستا میخواین مشکلات های بین خودشان که هست، میخواین اصلا اون رو سر از او مشکلات بسته به خاطر منافع شخصی خودشان میخواین زیادتر بس داشته باشن. زنای افغانستان از شروع تا به آخر در مسائل جنگ دخیل نبوده و متاسفانه حال فکر میکنن که موضوع افغانستان، موضوع سال افغانستان منوط مربوط میشه بر چند رهبر یا بر چند مرد که همه مسائل افغانستان و ناب اسلام مثلا تحت پوشش بگیرن. به نظر من این به یک اشتباه میرن، برای غلط روان هستن، ولی باید بخاطر استحکام نظام یا بخاطر بقای کشور، ما فکر میکنیم که همچون مذاکرات یا همچون نشست ها حوال ضرورت داشت که در داخل افغانستان این نشست ها میبود. و متاسفانه در جریان همین چند وقت ما میبینیم که اصلا زنا با شک کشانده شده، اصلا از زنا به شکل ازی که منعیس یکی از قوی فشار یا منعیس عدبای فعال مملکت اصلا تا بالا در میز مذاکرات نبوده. با شما تلاش کردید باشید در این مذاکرات و دعوت نشدید؟ مثلا با گروه های مختلف در تماس بودید که شما رو هم دخیل بکنند یا نه؟ دقیقا ما میتونیم کمیان بگویم که مثلا ما عضویت شورای عالی صلح داریم، ولی متاسفانه حتی وقت در خود شورا مگر هستیم نتانست زنای افغانستان بخصوص کسایی که در اونجا هست بتانن نه صدایشان با وجود صدای ما همیشه بلند بوده، ولی نتانستیم، چرا که موضوع افغانستان و موضوع مذاکرات افغانستان هنوز هم مشکلات است که بین چند کشور است و بین چند نفر است. و از اون لحاظ فکر میکنم که بر این بحثای مقدماتی را اصلا اونا لازم ندیدن که زنها در اونجا باشن و بر مردم افغانستان، بلخص بر زنای افغانستان همچون شستا همچون بسا حسن قابل قبول نیست و به هیچ وجه مردم افغانستان بلخصوص زنای افغانستان نمیتونن که بپذیرن وقت بس سر موضوع افغانستان باشه باز تمام موضوع بین چند گروه یا بین چند جناب باشه. از اون لحاظ زنا اگنور کردن یا امو بسلا زنای افغانستان مدنظر نگرفتن فکر میکنم که به اشتباه میرن و این بر اصلا قابل قبول بر ما نیست. آقای زیا، قبل از اینکه به کسانی که در این جلسات شرکت میکنن بپردازیم، راجع به غایبان بزرگ صحبت بکنیم. خانم اکرمی در مورد زنان صحبت کردن، در مورد دولت و حکومت افغانستان هم گفتیم. به نظر شما حکومت افغانستان چطور میتونه این شرایط رو تغییر بده؟ آیا اصلا راهی داره که در مذاکرات صلح بازی گرفته بشه، در حالی که آمریکا خودش به تنهایی با این طالبان داره مذاکره میکنه، روسیه شرایط مذاکره گروهای مخالف حکومت رو با طالبان در مسکو برقرار میکنه، ایران خودش مستقیم با طالبان گفتگو میکنه، پاکستان به نوعی دیگه گفتگو میکنه، آیا اصلا هیچ کدوم از ها محلی از اعراب برای حکومت افغانستان قائلند؟ اینا ناگزیر هستند که بر حکومت افغانستان نقش برجسته در مذاکرات صلح قائل شوند. به نظر من فعلا مذاکرات در مراحل بسیار ابتدایی قرار دارند. ما نباید از یاد بریم که افغانستان درگیر یک جنگ بسیار طولانی است و دریافت یک راه حل جامع بر یک جنگ طولانی به یک جلسه و دو جلسه و چند جلسه ناممکن است. تاریخچه مذاکرات صلح دیگر کشوران نشان می‌دهد که سالها را در بر گرفته و به نظر ما فعلا مذاکرات مقدماتی است، اما مشکل عمده و اساسی افغانستان رقابت های منطقوی است که همچنان در جنگ افغانستان دستای بسیار وسیع دخیل است. در مذاکرات صلح هم قسمی که ما شما میبینیم ممالک مختلف میخوان که نقش برجسته تر داشته باشند تا منافع خودشان را به صورت درست در افغانستان تامین کرده بتانند. مشخصا به هر حال دولت افغانستان بیشترین منافع رو در این مذاکرات صلح باید دنبالش باشه. چرا اونها تلاش بیشتری نمی‌کنن که در مذاکرات صلح حضور داشته باشن؟ چرا مثلا به شریکشون آمریکا فشار نمیارن برای اینکه بخشی از این مذاکرات قرار بده اونها رو؟
حکومت افغانستان در رابطه با صلح مذاکرات صلح همیشه پیش قدم بوده. سال گذشته باید داریم که پروسه کابل شروع شد، رئیس جمهور افغانستان مذاکرات بدون پیش شرط و بدون قید شرط با طالبان پیشکش کرده راه کرد و اما فعلا طالبان بلند پروازه دارن و این بلند پروازی ها جز خاصیت مذاکرات صلح در تمام جهان است، به خاطر گرفتن امتیازات خوب و خود در موقف خوبتر قرار دادن. حکومت افغانستان در هر مرحله که باشه باید شامل مذاکرات شد و شامل مذاکرات حتمی میشه و ناگزیر است طالبان که به جز اینکه با حکومت افغانستان مذاکره کنه و موافقه کنه، با طرف های خارجا، با مملک همسایه، با آمریکا، اینا به هیچ وجه اونا نمیتونن که به موافقت نامه صلح دست بیافتن که باز صلح پایدار باشه و در افغانستان قابل تطبیق باشه. جالب است شما اینو میگید آقای آریا. به نظر میاد که آقای زیاد چیزی رو میگن که حکومت افغانستان هم سالهاست داره میگه طالبان باید بیا ما مذاکره کنن. بارها نشست برگزار کرده، شورای صلح بوده، در این نشست ها بارها قولهایی داده شده از طرف مقامات مختلف در افغانستان که با طالبان چنین و چنان خواهند کرد اگر اینها بیان پای میز مذاکره. نتیجه نداده، طالبان نمیخوان با دولت و حکومت افغانستان وارد مذاکره بشن. به نظر شما چرا این گونه است؟ آیا دلیلش ضعف حکومت افغانستان یا دلایل دیگه ای داره؟ داخل ساختن دولت افغانستان در پروسه مذاکرات یک چیز تقریبا حتمی است، یعنی بدون اشتراک دولت در مراحل بعدی این مذاکره به جای نخواهد رسید. حتی آقای لاوروف وزیر خارجه روسی هم دیروز گفته که اشتراک دولت افغانستان در پروسه مصالحه با طالبان امر اجتناب ناپذیر است و آقای خلیلزاد گفته که هیچ چیزی مورد موافقت قرار نخواهد گرفت مگر اینکه تمام چیزها مورد موافقت قرار بگیرد که بخشی از آن مذاکره با دولت است در مراحل بعدی و دولت هم ابزارهای مختلف میتونه در دست داشته باشه. اگر شریک ساخته نشود میتونه به معاونت‌های مختلف ایجاد بکنه. به طور به عنوان نمونه خارج کردن طالبان از لیست سیاه سازمان ملل باید در اثر درخواست حکومت افغانستان صورت بگیره یا خیلی از اقدامات بعدی مراحل بعدی و پروسه مذاکره به هر حال باید به مرحله مصالحه بیانجامد. مصالحه با کی؟ فعلا طرفین اصلی عبارت است از دولت افغانستان، طالبان و ایالات متحده و ناتو. بنابراین هر سه باید در مراحل آخری این پروسه دخیل باشند. بدون این من گزینه دیگر نمیتونم ببینم. خانم اکرمی، فکر میکنید چقدر بحث‌های سیاسی الان مطرح است؟ آقای عبدالله به شدت ابراز نگرانی کرده که این کسانی که رفتن به این نشست صلح در مسکو بیان و سر چیزهایی مذاکره بکنن، در واقع به خاطر اختلافاتشون با حکومت بپذیرن مسائلی رو که حکومت نتونه زیر بارش بره، گفته باشه استقبال میکنید برید مذاکره کنید ولی باید اینها رو در نظر بگیرید. به نظر شما چقدر قضیه سیاسی است، به خصوص که در رأس هیئت آقای کرزی بوده؟ ببینید، من اولا که نشست مسکو رو نمیخوام به عنوان جلسه صلح در اینجا ازش یاد بکنم، یک در واقع یک جلسه مشورتی است. مثل این جلسه باید جلسات بسیار متعدد دیگه صورت بگیره در طول این پروسه بسیار طولانی که ما پیش رو خواهیم داشت و اتفاقا در چنین جلسه اشتراک دولت افغانستان میتونه خیلی عجیب به نظر برسه و به خوب است که به هر حال این نام این جلسه بخشی از اون پروسه موازی با پروسه رسمی به اصطلاح یاد بشه ازشه. و از خانم اکرمی هم بپرسم، خانم اکرمی سوال از شما بود، به نظر شما آیا این پروسه سیاسی نیست؟ آیا اینطور نیست که مخالفان حکومت افغانستان دارن از هر امکانی استفاده میکنن برای اینکه این حکومت رو بیش از پیش تضعیف بکنن؟ ما فکر میکنم که تنها خود مخالفین نیست، هم جناهای درگیر بگویم یا کشورهایی که مثلا قسمی که آقای احسان گفتن منافع خود اونا در خطر میبینن، میخواین که اینا را به نامهای مختلف پیش کردن و بر از اونا زیادتر رویت برشان داده میتونن. ما به نظر ما اگر در مذاکرات ولو که اگر پیشگفتار باشه یا شروع مذاکرات باشه، اگر حکومت افغانستان نباشه، اگر مردم افغانستان نباشه، اگر زنان نباشه، به خصوص متضررین یا کسایی که به اصطلاح همیشه زحمات یا همیشه تکلیف های جنگ در این 40 سال متقابل شده، اگر اون مردم نباشه، به نظر ما این سلسله دوامدار نمیتونه باشه. این سلسله نمیتونه که
سال باشه که برای همه مردم افغانستان قابل قبول باشه. ما فکر میکنیم که اینجا به یک خلای، من نمیفهم که خلای معلومات است یا خلای است که یعنی همه که قرار گرفته و به شکلی که امریکا به این شکل به این شدت که به حساب پروسه را پیش می بردن یا مذاکرات ابتدایی که در چند جناح از چند کشورها فعلا جریان داره، اگر همه که کسایی که درگیر است به نظر ما دولت، مردم، جامعه مدنی افغانستان، زنای افغانستان، فامیلایی که به حساب قربانی دادن، اونا در این مسائل نباشن، به نظر من ما نمیتونیم که برای یک سال دوامدار و یک سال پایدار میگید خانم اکرمی، ولی خانواده هایی که قربانی هستن، زنان و گروه هایی که بیشتر گروه های مدنی هستن، کسانی نیستن که اسلحه دستشون میگیرن. چرا باید اصلا کسانی که میخوان مذاکرات صلح رو بکنن نگران این گروه ها باشن وقتی شما فشار آنچنانی نمیتونید وارد بکنید؟ گروه های مثل این های مردم که شما ازشون نام میبرید که قربانیان اصلی هستن، حق با شماست، اما اونها چه قدرتی دارن؟ چرا باید اصلا اونها رو جدی بگیرن در این مذاکرات؟ پس به این حساب مثلا اگر ما امو گپ شما که مثلا کسی را به حساب اینا جدی نمیگیرن، مردم باشه یا حکومت باشه یا فامیلایی که به حساب قربانی باشه، پس اینا برای سال موقت بس میکنن. سال موقتی که چند رهبر، چند کسی که به اصطلاح همیشه در تمام بربادی مملکت مثلا این مردم ها همیشه سهیم بودن، اصلا تجارب تلخ مثلا اینا داشتن و به حساب امتحانات خراب این مردم مثلا در این جریان 40 سال در افغانستان مثلا سر مردم افغانستان تامین کردن، دیگه برای مردم افغانستان قابل قبول نیست. ما میتونم به صراحت امروز برای شما بگم که مثلا ما دیروز اعلامیه مثلا شبکه زنان افغان مثلا پخش کرد که در اونجا نمایندگی از تمام زن افغانستان به تمام ولایت افغانستان در عین زمان مثلا ما نشستای داشتیم که پیشنهادات خواستای زنا به اصطلاح به نشر رسید. پس وقتی که اگر کسایی که درگیر است یا کسایی که به اصطلاح دخیل هستند، حکومت های بیرون یا اینا، اگر مردم نادیده بگیرن زنای افغانستان در کل متظرین، این به اصطلاح اینا یک معامله بین خود معامله دارن، میخواین که چند نفر خوش بسازن، اینا نمیتونن که پس در افغانستان به خاطر ثبات افغانستان نه فکر کنن. اینا به خاطر سل پایدار هستن، کس فکر نمیکنه. و پس ما نمیخوایم که مثلا به هم یک موضوع ما خود آرام بسازیم، به خاطر اینکه مردم افغانستان امو نیرو رو داره و از شعور سیاسی و اجتماعی برخوردار است. مردم افغانستان، مردم افغانستان 20 سال قبل نیست. اصلا کس نمیتونه که دیگه سر مردم افغانستان یک چیز به زور تامین کنه. صحیح. آقای زیاب، شما صحبت کردید از اینکه کشورهای مختلف در این پروسه صلح دنبال منافع خودشون هستند. میدونیم که این منافع در موارد زیادی با هم در تضاد هست. فکر نمی کنید که این یک چالش بزرگ در این مذاکرات صلح هست؟ اگر هر گروهی میاد با خواسته های خودش که لزوما هم منطبق بر خواسته های افغانستان نیست. طبعا این منافع متضاد ممالک منطقوی بخش از مشکل است و در هر مرحله مذاکرات صلح را به پیچیدگی میکشانه، اما این مربوط به رهبرای افغانستان است و به خصوص به رهبری دو طرف که اینا چطور بتانن امی پروسه را نگذارن که توسط به خاطر منافع ممالک همسایه اینا از مسیر سریش خارج کنن. امر بسیار واضح امیس، اما ما بازم تکرار میکنیم که فعلا مذاکرات در مراحل بسیار ابتدایی مقدماتی است. بحث‌های اصلی شاید یک مدت زمان دیگه که شما چند بار در این برنامه این رو گفتید، این مذاکرات در مراحل اولیه است، در حالی که ما میدونیم سالهاست از دوره آقای کرزی به هر حال صحبت این مذاکرات صلح هست و مراحل مختلفی در نشست‌های مختلفی صحبت شده. چرا فکر می‌کنید هنوز مراحل مقدماتی است؟ چی باید بشه که از مرحله مقدماتی بگذریم وارد مراحل اصلی بشیم؟ صحبت های مقدماتی همیشه شامل چانزنی ها می باشه که فعلا نمی چانزنی ها بلند پروازی ها در مذاکرات جریان داره، اما در بحث های اصلی مذاکرات موضوعات اصلی که چطور باعث یک صلح پایدار در مملکت میشه روی از او بحث میشه، سر مدت زمانش بحث میشه، سر تعهدات بین المللی بحث باید صورت بگیره و حتما میشه. بناهن کتار ما در اون مرحله افغانستان نرسید، مذاکرات هم طالب پیشرفت چندان در این رابطه نداشته است.
متوجهم. آی آریا، بحث دیگه این هستش که آمریکا از طالبان چه میخواد؟ ظاهرا روشن هست که آمریکا نگران حضور القاعده و داعش در افغانستان هست و میخواد که به نوعی طالبان رو درگیر پروسه مبارزه با این گروه ها در افغانستان بکنه. به نظر شما آیا این منطقی هست که شما یک گروهی رو که سالها خودتون منظورم آمریکا هست باش درگیر بوده بیاد و بگه که تو بیا به کمک من برای مبارزه با گروه های دیگه، شدنیه؟ بیشتر از روی استیصال و ناچاری است. در ارتباط با سوال قبلی تن که از آقای زی هم پرسیدین که چرا اونا میگن مرحله ابتدایی، به خاطر اینکه اتفاقا خب این در واقع یک پروسس که از نو شروع شده، یعنی این در طول 17 سال گذشته مذاکرات با طالبان وجود داشته ولی هر کدامش هر پروسش به یک مرحله خاصی که رسیده با شکست مواجه شده، باز دوباره وقفه ایجاد شده و از دوباره یک پروسه از نو شروع شده. و این بار این پروسه ناشی از یک نوع سردرگمی و استیصال و ندانمکاری و غیر قابل پیش بینی بودن سیاست خارجی آمریکاست که حاکم بر کاخ سفید است فعلا متاسفانه. ولی در همین کاخ سفید هم که ظاهرا در رأسش ما می‌بینیم که عقل سلیمی وجود نداره، ولی می‌بینیم که باز در اطراف اکنافش عقل نیمه سلیمی وجود داره که در همین سنا ما دیروز دیدیم که رد کردن طرح آقای ترامپ را برای خروج نیروها از سوریه و افغانستان. و خود آقای ترامپ هم باز هم به اساس همون غیر قابل پیش بینی بودنش اول گفت که ما از سوریه خارج میشیم، از عراق در صورتی که ظاهرا مثلا هیچ نوع نیروی نداره ایالات متحده، ولی ما میبینیم که هزاران نیروی ایالات متحده در اونجا حضور دارن در پایگاه مختلف به خاطر نظارت بر ایران. خود آقای ترامپ هم گفت ما در اونجا حضور داشته باشیم. و در افغانستان هم این از این قاعده مستثنا نخواهد بود. ما بسیار احتمال این که گزینه صفر نیروی در افغانستان وجود داشته باشه و تمام نیروهای خود ایالات متحده و ناتو بیرون ببرن خیلی خیلی کم است. باز هم بخش مبارزه با توریسم، یک حضور سنگین سفارتی و همچنین یک بخش کوچک برای آموزش نیروهای افغانستان، نیروهای امنیتی افغانستان، حتی اگر این ماموریت فعلی حمایت قاطی از بین بره و بیشتر سازبازهای خود را ایالات متحده بیرون بکنه، باز هم یک شکل دیگه وجود خواهد داشت. البته به استثنای اون سناریویی که شکست مفتزهانه را ما شاهدش باشیم که آن هم خیلی فعلا ضعیف به نظر برسه. آخر مکرمی، افغانستان یک انتخابات رو پشت سر گذاشته، انتخابات دیگری پیش رو داره. به نظر شما چقدر میتونه یک حکومت تازه، یک نیروی تازه به این مذاکرات صلح کمک بکنه، یا برعکس فکر میکنید که با شرایط سیاسی که الان افغانستان درش هست باید نگران بود از اینکه چه کسی در قدرت قرار میگیره؟ ما فکر میکنم یکی از چالش‌های کلانی که فعلا نمو مشکلات یا دغدغه‌ای که بین خود احزاب است، اگر ما اینو بتونیم مرفوع بسازیم میتونه که مثلا افغانستان همگی در انتخابات آینده اشتراک داشته باشن و بعدا مثلا میتونن که اونا سر ساختار حکومت یا ساختار مملکت مثلا کار کنن و ما میتونیم که مثلا به بسیار خوبی از عهده مشکلات برایم و ببینیم نشستا یا در مسائل مذاکرات مسائل آینده افغانستان میتونن که بحث خوبتر یا جامعتر داشته باشند. مشکل اساسی فعلا هینج است که افغانستان از هر طرف ما در مشکل فعلا قرار داره. یکی خود مشکلات داخلی خود امریکا است، مثلا به شکلی که هجله که اونا دارن مثلا باید به هر نوع میخواین که از افغانستان باید برن. من فکر میکنم که یکی از به نظر ما مشکلات حساسی خودشان است، به خاطر از اینکه مثلا تعهداتی که امریکا یا جامعه جهانی در کل در افغانستان داشت اثر اونا نتونستن با تعهدات خود هم برسن. مثلا در سال 2001 ما تعهدات مثلا دولت امریکا یا در کل جامعه جهانی داشت به خاطر ثبات و امنیت و بقای افغانستان. حالا مثلا به این شکل که اگر ما یک چیز جور شده، مثلا سیستم یا حکومت میتونه که از انتخابات آینده میتونه که وستا بدر برای یا میتونن که انتخابات آینده را زیادتر سرش کار کنن که همگی در اونجا سهیم باشه، ما باید سر بعض مسائل داخلی باید فوکس مثلا باشه یا زیادتر بس سر زو باشه. با تاسف فعلا افغانستان در یک حالت بسیار گنگ، در یک حالت بسیار عجیب گذاشتن هم دوستا و هم کشورایی که وستا متحدینشان است. از اون لحاظ من فکر میکنم که در اینجا یعنی مشکل حکومت افغانستان تنها نیست، مشکل همگی
همگی باید صحیح باشه، همگی باید در این راستا کار کنه و ما مطمئن هستم که اگر همگی دست به دست بده به خصوص خود افغانا میتونن که ساختار زیادتر تقویه کنن و انتخابات خوبتر داشته باشیم در آینده. آقای زیا، به عنوان آخرین سوال، خانم اکرمی هم اشاره کردن دولت افغانستان به نظر میاد که در موقعیت ضعف قرار گرفته با توجه به این جریاناتی که در میبینیم. به نظر شما دولت افغانستان چه باید بکنه در این مرحله که بتونه نقش خودش رو در مذاکرات صلح تثبیت بکنه؟ مهمترین کار را که حکومت افغانستان باید هرچی زودتر روی دست بگیره ایجاد یک اجماع ملی در مورد نحوه مذاکرات، در مورد توقعات از پروسه صلح و توقعات از موافقتنامه صلح. تا زمانی که اجماع ملی در رابطه وجود نداشته باشه، هر موافقتنامه که به افغانستان دست بیافه، او موافقتنامه صلح پایدار نمی باشه. چون در افغانستان بعد از 30 سال جنگ و فروپاشی ساختارهای اجتماعی و سیاسی، فعلا درگیر بسیار مشکلات متنوع و عجیب غریب است. مهمترین مشکل افغانستان اختلافات سیاسی داخلی که داخل مملکت است بین افراد گروه های سیاسی، که اینا به هیچ وجه نظر مشترک و دیدگاه مشترک درباره آینده افغانستان ندارن و این دیدگاه باید ایجاد شود. بسیار ممنونم از شما که در این بحث شرکت کردید، آقای ضیا، خانم اکرمی و آقای آریا. این بحث حتما در هفته‌های آینده ادامه پیدا خواهد کرد و ممنونم از شما که با صفحه 2 همراه ما شدید. این برنامه برای یک هفته روی وبسایت بی بی سی در دسترس شما قرار خواهد گرفت، bbcpersian.com/صفحه 2. برنامه رو میتونید روی کانال یوتیوب ما هم مجدد ببینید، لینک برنامه در توییتر ما منتشر میشه، شناسه توییتری ما هست @bbcpage2. اگر علاقمند هستید پادکست برنامه رو بشنوید، میتونید روی اپلیکیشن پادکستتون با جستجوی کلمه صفحه به فارسی در کنار عدد 2 مشترک پادکست برنامه صفحه 2 بشید. این برنامه در صفحه فیسبوک ما هم در دسترس شماست، facebook.com/bbcpage2. اونجا میتونید نظراتتون رو در این برنامه هم با ما در میون بگذارید. برنامه بعدی ما روز پنجشنبه. شب روزتون خوش. We'll be right back.